ارتش ملی جمهوری تاجیکستان مکتبی بزرگ متانت و جسارت و مردانگی میباشد. با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز در قسمای حربی تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. سلام عرض میکنیم بینندگان عزیز، زکی و هوشمند تلویزیون بهارستان، پیشنهاد شماست برنامه نوبتی جسارت. حفظ سرزمین اجدادی و دستاورد و حیات آسایشته مردم یکی از رکن‌های اساسی دولت داری محسوب می‌یابد. جمهوری تاجیکستان است بعد صاحب استقلالی برای اجرای این وظیفه مقدس سال 1993 قوه‌های مسلح خود را تأسیس داد. در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است که حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس شهروند است. در زمان کنونی جوانانی وطن دوست کشور با استفاده از شرایط مساعد قسم‌های حربی تن به تن ایستاده ادای خدمت مادر وطن نموده ایستادند. گروه ایجادی این نوبت تصمیم گرفت که با حیات سربازان قسم حربی 06-870 قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان شناس شود. برای من بسیار باعث فخر و سرفرازی می باشد که اختیاری به صف ارتش ملی شامل گردیدم و کوشش بر آن می نمایم که برای سوگند یاد نموده خود صادق مانم. باید این را قید نمود که من ختم کرده دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان می باشم، بعد ختم دانشگاه بر این برای ادای خدمت آمدم. برای سربازان افسران سفارایی از مشغولیت اساسی و اولین درجه دانسته می شود. در واقع وطن مادر برای هر یک شخص عزیز و مهربان است. حمایت مرز و بوم، مقدسات و ارزش‌های ملی مسئولیت هر یک جوان مرد کشور است. با درک همین مسائل امروزها جوانان دلیر و شجاع بهر گلگل شکوفای کشور کوشش دارند. لازم به قید است که تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی از اویله آغاز یافته آهسته آهسته در جامعه رشد میکند. در واقع تربیت حربی وطن دوستی ماهیت و مضمون تربیت ملی را در مرحله نوی تاریخی به تنظیم درآورده نقش و مقام آن را در تشکل شخصیت انسانی کامل معین میکند. آن امکانیت میدهد که جوانان تاجیکستان راههای گوناگون تربیت را برای انسانی کامل بودن انتخاب و عملی نمایند. مورد قید است که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تربیه نورسون و جوانان را در روحیه ارزش‌های سنتی و بشری یکی از وظیفه‌های مهم امروز و آینده دولت و جامعه دانسته. مسئله‌های دموگرافی و تنظیم اویله را همچون عامل اساسی جامعه سالم به میان گذاشتند. از سفرهای و اجرای قدمزنی و اشاره‌های حربی معلوم گردید که این جوانان، این سربازان دلیر به این وطن و به مقدسات دولتی احترامی خاصه دارند.
گفتم با مورید است که حکومت مملکت جهتی باز هم روش دادن و فراهم ساختن شرایط سازگار برای سربازون و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک اندیشیده شده است که با در نظر داشت تامین شرایط مساعد در جزء تومهای قواهای مصالح کشور سال به سال صف اختیاریان خدمت حربی زیاد گردیده شده است. از این رو جوانان سربلند تاجیک را میباید با وطن صادقانه خدمت نموده برای حمایت مرز و بوم سرزمین اجدادیمون با هوشیاری و دلیری و مردانگی آماده باشند و اون را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. زیرا با دستگیری حکومت مملکت در همه قسم و واحدهای نظامی خصوصا وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان شرایط خدمت و پایه مادی و تکنیکی خوب بر راه مانده شده است. شرایط مساعد خدمت در صف قواهای مسلح هر یک جوان را وظیفه دار می نماید که از این مکتب شجاعت و مردانگی گذشته تامین آسایشگی کشور را همیشه نگاه دارند. ما پیروان پیشوای ملتیم، بهر آبادی این دیار خدمت میکنیم و با سوگند یاد کرده خیش صادق میمونیم. بهارت و ملکه جنگی خیش را باز هم سر قل داده همیشه وظیفه های بر ذمه ما واگذار بوده را سربلندانه اجرا مینماییم. سربازان قسم حربی مشق‌های تن‌به‌تن را اجرا نمودند. دیدن و مشاهده کردن این منظره برای هر یک بیننده عجیب است، زیرا دلیران وطن از توانایی خود درک می‌دهند. این نیرومندی و جسارت اثبات می‌کند که ما خود را حمایت کرده می‌توانیم و مرز و بوم اجدادی را چون گوهرک چشم حفظ می‌نماییم. سربازان همه عمل‌ها را پی در هم و ماهرانه اجرا کردند. مشغولیت آتش نشانی برای هر یک جوان مرد جالب و شفقاور است. سربازان آموخته های نظریوی خود را در عمل تطبیق نموده با استفاده از سلاح عملا آموزش میگیرند. البته این روند با مسئولیت ماهرانه و احتیاط کورونه صورت میگیرد. سلاح هایی که برای آموزش پیش بینی شده است در اختیار سربازان میباشد. امروز با اعتماد قوی میتوان گفت که قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان به یک واحد توانای کشور تبدیل یافته. سربازان شجاع آن در حفظ مرز و بوم و صداقت به سوگند نظامی از عهده وظیفه های در نزدشان گذاشته شده با سربلندی میبرایند.
بینندگان عزیز، سربازان در برابر اونی که به مادر وطن و تاجیکستان خدمت میکنند در وقتهای خالیگی خود به استراحت و فراغت نیز جلب کرده میشوند و عین زمان ما امکانیت داریم که شاهد بخش فرهنگی و شعر و سرودخوانی سربازان گردیم. ای مادری جانم سخن سر میکنی یانه، آیو ای مادری جانم سخن سر میکنی یانه، میگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یانه، گشتم در غریبی ها تو باور میکنی یانه، سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم، سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم، مثلیو به در جوشم تو باور میکنی یانه، و مثلیو به در جوشم تو باور میکنی یانه، آیا ای مادری جانم سخن سر میکنی یانه، گشتم در غریبی ها تو باور میکنی یانه، گشتم در غریبی ها تو باور میکنی یانه. ملکی آباد است استقلال ما، نقلی شمشاد است استقلال ما، صد قفس بشکست و در پرواز شد مرغ آزاد است استقلال. خدمت کردن در صف ارتش ملی کشور این اجرای وظیفه کانستیتوسیونی ما شهروندان این دیار می باشد، پس این عهده‌داری را باید هر یک شهروند سن و سال خدمت عسکری خوب درک نماید. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود صداقت داشتن، در زمین شهرت آزادگان دانه مهر و محبت کاشتن، هدیه یزدان بهشت ما وطن وطن، شاه ستون سرنوشت ما وطن وطن. بهترین شرایط های خدمتی و معیشی برای ما سربازان در این قسم نظامی مهیا گردیده است. تنها ما را می باید که دانش های حربی سیاسی خیش را سیخل داده، مهارت و ملکه جنگی خود را تکمیل دهیم و مهمتر از همه این وطن زیبا و شکوفان را به نسل های آینده زیبنده و ارزنده به میراث مانیم. گرف از دل و جان هوای وطن، خوشا جان سپارم با پای وطن، وطنم چو بانگی از زنده باش، برغمی همه دشمن و زنده باش، وطنم چو بانگی از زنده باش، برغمی همه دشمن و زنده باش، فیدای تو بادا سری سبزی من، وطن ای وطن ای وطن ای وطن، فیدای تو بادا سری سبزی من، وطن ای وطن ای وطن ای وطن، همه تارو بودم برای تو بود، کی بود و نبودم برای تو بود، همه تارو بودم برای تو بود، کی بود و نبودم برای تو بود، وطنم چو بانگی از آزیده باش، برغمی همه دشمنان زنده باش، وطنم چو بانگی از آن زنده باش، برغمی همه دشمنان زنده باش، وطن زنده باش، وطن زنده باش، وطن زنده باش، وطن زنده باش.
آب و تابی بدن متانت و جسارت و قوی ارادگی را جوانان دوامی ادای خدمت می آموزند. طرز حیات سالم و تربیت جسمانی با جوانان پسند است و هر یکی آنها کوشش به خرج می دهند که ساعت های زیاد در هوای تازه با ورزش مشغول شوند. اصلا جوانان باید دلیر شجاع و ناترس باشند و از خود چالاکی و نیرومندی نشان دهند. طوری که مشاهده کرده شد مشغول شدن به ورزش عمل است که در نهاد جوانان طرز حیات سالم را تامین می نماید. از این رو در قسم حربی 06870 پیوسته مسابقه های ورزشی میان سربازان گذرانیده می شود. البته این سبقت ها دوستانه و رفیقانه صورت می گیرد. در قسم حربی محفل های والیبال، فوتبال و بسکتبال نیز فعال است. در وقت های مناسب جوانان با بازی مشغول شده فراغت و استراحت میکنند. گفتم با مورد است که در 10 ساله سیومی زمانی صاحب استقلالی کشور بنیادی میدانچه های ورزشی در قلمرو کشور به حکم انانه در آمد که در این قسم حربی نیز چنین یک میدانچه زیبا قامت راست نمود. همکنون سربازان و افسران از آن ثمرناک استفاده کرده بازی های زیبای ورزشی را تشکیل میکنند. بینندگان عزیز، پیشنهاد شما گردید برنامه نوبتی جسارت. امیدوار هستم که این برنامه نیز برای شما پسند آمد و شما با حیات سربازان آشنایی پیدا کردید. خیر، سلامت باشید.